برادر و داد آفرین، سلام. سلام شما دانش آموزان کنکور 1401، دانش آموزانی که وقتی عدد 1401 میاد میگن واقعا 1401 ما قرار کنکور بدیم. بله عزیز من، خوشبختانه شما عزیزان به کنکور 1401 خوش اومدید و امیدوارم امروز خوب به حرفای من سراپا گوش کنید. خیلی از عزیزان پیام میدادن به دستیارا، به دایرکت ما، که آیا این فرست کلاس نیاز من حتما باشم؟ بله عزیز من حتی در پستی که گذاشتم تأکید کردم فرست کلاس یعنی مسیر راه رو به تو نشون میده، به تو استاد میخواد بگه میخوام چی کار بکنم، کدوم مسیر رو طی کنیم و به کدوم هدف برسیم، آزمون چیه، برنامه چیه، آیا ما کدوم کتاب راهنما رو تایید میکنیم. همه اینها در جلسه امروز و دفعه بعد گفته خواهد شد. عزیزان من، کلاس ما در روز قانونن بعد از فرست کلاس در روز یک شنبه است، ساعت 5 یعنی 17 تا ساعت 19:30، ولی در فرست کلاس، کلاس ها 1 ساعت و نیمه و استثنان دوشنبه داره برگزار میشه. دوست دارم باتون سلام علیک کنم، دوست دارم حالتون رو بپرسم، انرژی بگیرم ازتون، ولی میدونم اینقدر جمعیت زیاده که گاهی قد یه سلام گفتن تو چت یه باری خیلی یادشار مشکل میشن. عزیزان من، اونایی هم که تو لایو حضور دارید به کلاس بپیوندید و خواهشمندم سراپا چش گوش باشید، چون قرار این حرفا رو در کلاس عالی به شما بگیم. خودکار کاغذ از خودت دور کن، مخصوصا دخترها ما دور کنید از خودتون، سراپا چش گوش باشید تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم، از پای تا به سر همه سم و بسر شدم. سعی کنید سراپا چش گوش باشید، پلک نابجا هم نزنید. بریم با هم سراغ درس ادبیات، ببینیم در ادبیات چه خبره. ادبیات سردمدار دروس عمومیه. دفترچه رو وا می‌کنی، ادبیات شروع میشه. تجربی هستی، انسانی هستی، ریاضی هستی، هنر هستی، منحصرا زبان هستی، یا خارج از کشور داری کنکور میدی. عزیز من، دفترچه رو وا می‌کنی، ادبیات شروع میشه. حسن بزرگ داره، عیب بزرگ داره. حسنش چی عزیز من؟ اینه که اگر کسی ادبیات رو خوب خونده باشه، اونو ذخیره میکنه برای انرژی، برای عربی، برای زبان، برای دین و زندگی، حتی دروس اختصاصی. عیبش اگر خدایی نکرده به هر دلیل تو ادبیات کوتاهی کنیم، تأثیر منفیشو در عربی، در زبان، در دین و زندگی و بقیه خواهیم دید. و امیدوارم که امروز سراپا چش گوش باشید و ببینید ما قراره چیکار کنیم. ما در درس ادبیات 25 سوال داریم که از این 25 سوال اگر بر حسب اعتبار بگیم دستور زبان فارسی، آرایه‌های ادبی، قرابت معنایی، همان ابیاتی که با هم ارتباط دارند، و بعد لغت، و بعد املا، و بعد تاریخ ادبیات، شما هر رشته ای باشید اینها رو خواهید داشت. چرا بر حسب دستور نوشتم عزیزان من؟ چون دستور 5 سوال کنکور، آرایه 4 سوال کنکور، قرابت یا ارتباط معنایی 9 سوال کنکور، لغت 3 سوال، املا 3 سوال، تاریخ ادبیات غالبا 1 سوال. تو باید بدونی مسیری که من قرار طی کنم از کجا دارم شروع میکنم. فرست کلاس یعنی به تو نشون میده راهو، به تو نشون میده باید چه کار بکنی عزیز من. و نکته ای که ما سر کلاس ها شعار میدیم و دانش آموز طول سال با همون شعار ما حرکت میکنه اینه: به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اگر حافظ، حضرت حافظ میگه اگر استادت، مرشدت، هدایتگرت به تو گفته سجادت رو به شراب آلوده کن، اون کارو بکن، حتما یه چیزی اون میدونه که تو نمیدونی. منظور حافظ این نیست که خدای نکرده سجاده به شراب آلوده بشه، یعنی اگه کار غیر ممکنی از تو خواست، تو تابع باش. راه رسیدن به مقصود تابع بودنه. بالغ بر 500-600 دانش آموز در همین روزها ما پست
در پستمون، در دایرکتمون یا در استوریمون مخصوصا مدام صحبت ها از درصدهای بچه ها شد و ببینید دانش آموزهای سال 1400 چه گل کاشتن. اینو از باب دو تا تبلیغ کنکوری به تو نمیگم عزیز من، این از اون باب میگم که بدونی به که تکه کردی. بریم بچه ها، این الگوی سواله. چرا شما اول اسم دستور رو آوردید؟ چون اولین رقابت کنکور با دستوره. سخت‌ترین سوال ادبیات دستوره، بعد آرایه است غالبا، بعد قرابته. قرابت 9 سواله. چطور میگه آقا دوتا رو هم جمع بزنی میشه 9 سوال؟ پس این اعتبارش بیشتره. خب زدن قرابت برای دانش آموز به نسبت دستور ساده تره. و بعد من اگه عوض کنم اسم ارزم بود شما لغت رو بذاریم، لغت و املا رو کوچولو تغییر بدیم بکنیم، ارزم بود رو شما که چهارمین، بله لغت 3 سواله، املا هم 3 سواله، تاریخ ادبیات 1 سوال، ولی چهارمین نکته مهم و املا قرار بدیم.